سلام، امیر لاهیجی هستم، لایف فرام لس آنجلس، با برنامه اندیشه نوآور بالاخره با شما هستم، در خدمت شما به همراه همکار عزیزم. سلام عرض می کنم، کاترین مؤسس‌فر هستم از اورنج کانتی. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین خوش و سلامت باشین. بسیار عالی، مرسی مرسی. خب هفتتون چطور بود؟ هفته بسیار خوبی بود، یه مقدار به قول معروف کار و لایف و زندگی روزمره، ولی بسیار خوب بود. خیلی عالی. هفته شما چی؟ هفته من هم طبق معمول کار بسیار زیاد، حجم کاری فراوون، ولی خب از دست این افرادی که خلاصه به هیچ نوع و رقم نمیتونن اطمینان بکنن و خلاصه یه جورایی این رد فلگ تراست ایشوشون میزنه بالا. شما بس در حقیقت برنامه رو دارین با همین شروع میکنید، بسیار عالی. اگه دوست داشته باشین در مورد اطمینان و صحبت بکنیم، در مورد اعتماد صحبت بکنیم. اطمینان و اعتماد، بله، که اتفاقا یکی از پایه های اصلی آره شما بفرمایید، ولی میخوام این اشاره کنم که اطمینان و این داستان یکی از چهار دیوار اصلی هر نوع ریلیشنشیپی، هر نوع رابطه، رابطه کاری، رابطه با اعضای خانواده، رابطه خلاصه دوستی اجتماعی و زناشویی، همه جور رابطه درست. رابطه رو در نظر بگیریم، اگه چهار تا دیوار داشته باشه این خونه ارتباط ما، که حالا فاندیشن و زیربناش چیه، سقفش چیه رو در بعدم بهش میپردازیم، ولی یکی از این دیوارا اطمینان هست. 100% من با شما موافقم. واقعا اطمینان و اعتماد مثل ساختمونیه که زیربناش درست ساخته بشه. اگه زیربنا نداشته باشه ساختمون نمیمونه. و اطمینان و اعتماد یکی از عنصرهای بسیار مهم روابط هستش. خواه روابط اجتماعی، دوستی، روابط احساسی، و شما با این روابط، با این اطمینان و اعتماد در حقیقت باید بدونی که طرف چی از شما انتظار داره و شما چی از طرفتون متقابلا انتظار دارین. و اگر که شما میخواین این روابط خوب باشه، این اعتماد و اطمینان باشه، باید تو روابطتون یه شفافیتی باشه که شما راحت بتونین با اون شخص صحبت کنین، خواسته هاتون رو بگین و خواسته های شما رو بشنوه. به طور مثال اگه شما توی روابط احساسی هستین، همسر شما میخواد فرزند به خانواده خودش کمک کنه، کمک مالی بکنه، اگه اینو پنهان کاری بکنه و از شما قایم بکنه و شما مثلا متوجه بشی، خب این اعتماد شما کاملا سلب میشه از این شخص. و دیگه این روابط چطور میتونه سالم و میتونه پایدار باشه؟ پس اولین، به نظر من اولین چیزی که خیلی مهمه توی اعتماد و اطمینان، شما شفاف باشی راجع به کارا، پنهانکاری نداشته باشی. این کار باعث میشه که این روابط درست پیش نره. اگه که شما وسط، مهم نیست که این روابط بمونه یا خراب بشه، اون امر دیگه ایه، ولی اگه که میخواین روابط پایدار بمونه، سالم بمونه، باید این نکته حتما رعایت بشه. همطور که گفتی بسیار مهمه که شفافیت و راحت بودن، اون authenticity، یعنی اینکه، البته من حدس میزنم کسانی که مشکل اعتماد و تراست دارن الان برنامه رو دیگه نگاه نمی کنن، تا متوجه شدن ما داریم در مورد این موضوع صحبت می کنیم برنامه رو بستن، رفتن یه جای دیگه، و احتمالاً کسانی الان دارن برنامه رو نگاه می کنن که طرف مقابلشون چنین مشکلاتی داره یا مسئله این چنینی داره و اینها از این بابت اذیت میشن. چون ببینید، انسانی که بر پایه عقل و خرد و دانش میخواد عمل بکنه، میبایست بدونه که یکی از چهار ستون اصلی رابطه تراست هست، اطمینان هست. و ببین، مثل این میدونه که من عینک آبی بزنم، اوکی، هر قرمزی رو
سیاه میبینم، یا عینک قرمز بزنم هر آبی رو سیاه میبینم. واقعیت این نیستش که اون رنگ سیاه باشه. پس بنابراین اگر شما اونطوری میبینید، من اینجوری میبینم این چیزی رو و همه به من اعتراض میکنند که اون چیزی که ابراز میکنی حقیقت نداره، اونجاست که باید من به خودم بیام که نکنه منم که نگاهم به موضوعات نگاه غیر واقع بینانه ای هست. یعنی اینکه منم درست. که مشکل اعتماد دارم و مشکل اعتماد اکثرش از دوران نوزادی میاد، حتی و کسانی که از دوران نوزادی چنین مشکلی براشون پیش اومده در طول زندگی هم که هممون برامون اتفاقای پیش میاد که میتونه اطمینانمون رو باز هم خدشه‌دار و خدشه‌دارتر بکنه. پس بنابراین خوبه که به این مسئله بپردازیم، چون من نمیتونم بیام بگم که من مثلا چون میترسم که تصادف بکنم سوار ماشین نمیشم، من چون نمیخوام تو زندگی شکست بخورم نمیخوام وارد رابطه بشم، و اگه بخوام وارد رابطه بشم از ترس اینکه مشکل برام پیش بیاد اصلا نمیخوام، هرت میشم، ناراحت میشم. همه اینا یه سری بهانه و یه جورایی حق بازیه، چون ما خودمون با خودمون صادق نیستیم و فکر میکنیم که دیگران هم با خودشون صادق نیستن و دیگران هم با ما صادق نیستن، و اونجاست که یک پرچم قرمز خلاصه بزرگ و بلند و اساسی میره بالا که افراد واقع بین متوجه میشن که شما چه مسئله ای دارید. بهتون گاهی اوقات میگن، خیلی موقع هم بهتون نمیگن دیگه. حتی تو دوستی به نظر من این خیلی چیز مهمیه. شما اگه نتونی به طرف مقابل، به دوستت، اگه نتونی این اطمینان و اعتماد رو داشته باشی، فرضاً یه خبری رو باهاش به اشتراک میذاری ولی از ایشون میخوای که مثلا با کسی دیگه به اشتراک نذاری تا اینکه خودم بخوام مثلا این موضوع رو مطرح کنم، خب اینم اگه که قرار باشه که دوست شما این موضوع رو بهش توجه نکنه و اطمینان شما رو خدشه دار بکنه، خب بنابراین نمیتونه پایدار باشه، دوستی سر نمیتونه پایدار باشه. پس بنابراین تو همه عنصر خیلی مهمی تو زندگی همه هستش و از قدیم و ندیم هم بوده. تو زمانهای قدیم مثلا یه کسی که مورد اعتماد بود و معتمد بود، مثلا میگفتن فلان شخص تو محلی بسیار آدم معتمدیه، هر مثلا شور و مشورتی داشتن با ایشون میکردن. یه حتی اینجا مثلا آبراهام لینکلن خیلی معروف بوده با آدم بسیار معتمد و بهشون آنست ایب میگفتن. پس بنابراین اطمینان و اعتماد یه عنصر بسیار اساسی و مهم تو زندگی هر کسی که میخواد روابط سالم با اشخاص دوروبر خودش داشته باشه و حتما باید بهش توجه بشه. و اگر این که بسیار... عدمش هست تموم شد. بله خواهش میکنم. ولی اگه عدم اطمینان هستش یه موقع به خاطر تجربه های قبلیه، ولی در حقیقت این شخص اون رابطه قبلی شما نیستش، آدم پنهانکار و غیر قابل اطمینانی نیست. پس شما باید رو خودت کار بکنی و به این نتیجه برسی که اوکی، اون رابطه بد بود، من ازش اومدم بیرون چون نمیتونستم بهش اطمینان کنم، چون بهش اعتمادی نداشتم و بارها بارها این اعتماد شکسته شده بود. من زیاد نمیگم مثلا حتما همون دفعه اول باید دوستی، رابطه، همه چی تموم بشه اگه عدم اطمینان بود، ولی باید راجبش صحبت بشه و یه به اصطلاح استراکچر داشته باشه که شما از این اطمینان و از این روابط چه چیزی انتظار دارید. باید کاملا مشخص باشه و شما وقتی که راجب کامیونیکیشن خودت شفاف و مشخص بود که چی میخواستی، بعد این اطمینان کردن و اعتماد کردن واسه طرف مقابل شما هم راحت تر میشه، چون میدونه دقیقا شما این چی انتظار داری و اگه انجام نده شما این عدم اطمینان رو داشتی و اگر که تکرار بشه شاید توی رابطه صحیح و سالمی نیستی شما. خب ببینید، چیزی که شما مطرح میکنید یک مسئله هست که
در واقع در سطح جامعه است. من مطلبی که خواستم اشاره بکنم بسیار عمیق‌تره، یعنی چون فقط به رابطه گذشته ربط نداره، یعنی چون من تو رابطه گذشتم این تجربه رو داشتم فقط به این نیست، اصلا چرا من چنین رابطه هایی هی دارم تجربه میکنم، چرا این پترن داره تکرار میشه. بحث اطمینان همونجور که گفتم برمیگرده به 6 ماه اول و مخصوصا در دوران نوزادی، یعنی همون اولین باری که من گریه کردم و شیر خواستم و مادرم بهم شیر نداد، از همونجا شروع میشه. و بعد اولین باری که مثلا من خودم خیس کردم و منو نیومدن زود عوضم بکنن، هی گریه کردم نیومدن سراغم، و همین جور این بی‌اعتمادی و بی‌اعتمادی و بی‌اعتمادی تکرار و تکرار و تکرار میشه. پس شما میبینید یک نوزاد در 30 روز اول میتونه این اطمینان در شکل بگیره یا میتونه مدام پشت سر هم شکسته بشه، و فردی که در طول نوزادی در ضمیر ناخودآگاهش هک شده که من نمیتونم اطمینان بکنم، من نمیتونم اعتماد داشته باشم به مادرم، به کسی که نگهدارنده من هست، همراه من هست که بخواد من رو مراقبت بکنه، پس چطور من میتونم به دیگری مطمئن باشم؟ چجوری میتونم به دیگری تراست داشته باشم؟ دوستان عزیز، من میخوام توجهتون رو جلب بکنم که اگر شما چنین مسئله‌ای دارین، خب واقعا باید برید ریشه ای دنبالش و دنبال بکنید این مسئله رو با متخصص حرفه‌ای که این رو حل بکنید، وگرنه حالا رابطه قبلیم اینجوری بوده، اون اینجوری شد، یا چون به من خیانت کردن من نمیتونم به کسی دیگه اعتماد بکنم، اینا همش بازی هایی هست که ذهن ما با ما میکنه و ما اجازه میدیم که این اندیشه ما از ضمیر ناخودآگاهمون ما رو به بازی بده و این تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه، زندگی ما رو اینطوری به قول معروف افکت بکنه. و مسئله بسیار مهمی اشاره کردید، میخوام تکرار بکنم، اگر میخواهید در یک رابطه سالم باشید، اگر میخواهید که در یک رابطه برید که قصدتون قصد جدی هست، یک رابطه جدی رو میخواهید پای ریزی بکنید، لطفاً و به قول دوست عزیزمون دکتر هولاکویی، حتماً و حتماً 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 رو راست باشید، واقعیت ها رو بگید، شفاف باشید، آره شفاف باشید، و خلاصه that's it، برای من کافیه، من فکر کنم حرف خودم رو زدم. دقیقاً شما چیزی اضافه بکنید برای دقیقه پایانی برنامه؟ فقط میخواستم بگم یک کوشن یا کامنتی دارین حتما با ما به اشتراک بذارین، واسه ما دی ام بفرستین و ما مسلما برای شما جوابی خواهیم داشت، و ممکنه که به جز شما واسه کسای دیگه هم که همون سوال دارن مفید و جامع باشه. بله. در پایان برنامه میخواستم سپاسگزاری بود و باره بگم به گویندگار، به تماشاچیان عزیزمون که ما رو دنبال میکنن و ما رو مورد لطف و توجهشون قرار میدن. مرسی، متشکرم. ما مثل که یک مشکل اینترنتی و قطع و وصل شدن تصویر داشتیم، از این بابت از همه عزیزان عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خوب باشید تا برنامه آینده. همه رو به خودتون میسپرم، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.